زنده بودن بدون اکسیژن ممکن نیست. جابجایی بدون چرخ امکان نداره. یادگیری بدون ماشین چاپ غیر ممکن میشه. و اگه لامپ نباشه ما توی تاریکی میمونیم. شاید اینایی که بهتون گفتم مهمترین اختراعات تاریخ باشن. اما هیچ کدوم از اینا در مقابل سونی به چشم نمیان. سونی شرکتی بود که تونست اختراعات دنیای مدرن رو به زندگی ها بیاره و دنیایی رو خلق کنه که ما امروز اون رو لبه فناوری میدونیم سلام به همگی من امیر هستم که من رو به عنوان امساله میشناسید توی چهارمین قسمت از ویدیوهای تک جاینتس که هر جمعه شب سراغ یکی از قولای فناوری میریم و همیشه هم توی استودیوی زومیت ضبط میشه میخوام براتون از تاریخچه سونی بگم برندی که شاید این روزا دیگه رونق سابق رو نداشته باشه اما هنوزم توی کلبش کلی وفا پیدا میشه با من همراه باشید که بریم ببینیم سونی از کجا شروع کرد به کجا رسید و این وسط چه کارهای بزرگی که نکرد حامی ما برای این ویدیو گیرینه گیرین تنوع بینظیری از محصولات سخت افزاری رو در ایران فراهم کرده و شما میتونید از پاور تا موس و کیبورد و از کیس تا کولینگ و آلیم وان رو ازشون تهیه کنید حالا جلوتر بهتون بیشتر از محصولات جذاب گرین میگم گر. آمریکایا که بمب اتم و کوبوندن وسط هیروشیما و ناکازاکی اون ژاپنیایی که تو دو جنگ دوم جهانی می جنگیدن و هنوز کشته نشده بودن و مجروح هم نبودن برگشتن سر خونه و زندگیشون و یکی از اونها آقای ماسارو ایبوکا بود که بعد جنگ برگشت توکیو ماسارو ایبوکا که خودش هم مهندس بود دوست به کشورش کمک کنه که بعد از دو تا جنگ جهانی سرپا وایسه پس اومد یه کارگاهی تأسیس کرد که میخواست یه کارایی بکنه اما خب نمیدونست دقیقا باید چی کار کنه توی یه دخمه مخروبه که پنجره هم نداشت هشت کارگر با مهندس ایبوکا جمع شدن که ببینن آقا ما چطوری میتونیم یه چیزایی توی حوزه الکترونیک یاد بگیریم و اونا رو تبدیل کنیم به سری محصولات آقا با یه نون و نوایی برسیم مثل هر کسب و کار دیگه ای توی رکود به سختی روش کرده کارگاه این بنده خدا اصلا وضعیت جالبی نداشت حقوقا رو از پس انداز ایبوکا میدادن و خودشون هم نمیدونستن که دقیقا دارن چیکار کار میکنن. آخرش ایبوکا و بچه ها راه رو پیدا کردند. بعد جنگ جهانی دوم رادیو که از مهمترین گجت های اون دوران بود خیلی توی ژاپن درست کار نمیکرد اکثر رادیوها یا خراب بودن یا اینقدر روشون پارازیت مینداختن که صداشون درست در نمیومد کارگاه ایبوکا این رادیوها رو از مردم میگرفت تعمیر میکرد و چیزی بهشون تحویل میداد که عین بنز کار کنه رادیوهای تعمیری ایبوکا به حدی سر و صدا کرد که روزنامه ها می اومدن باش مصاحبه میکردن یه روزی آقایی به اسم آکی و موریتا که یکی از این روزنامه ها رو باز کرده بود دید که ا مهندس ماسار و ایبوکا پس چقدر ما با ایشون توی دوران جنگ خاطرات خوب داشتیم یعنی الان کجا میتونه باشه موریتا یه کمی پیگیری کرد و همکار قدیمیش رو پیدا کرد این دو عزیز که جفتشون هم ارتشی بودن یه جلسه گذاشتن به هم گفتن مهندس چیکار کنیم که بتره کنیم یعنی میخوام بگم که ببینید آدم های موفق همینطوری انا ثانیه از زندگی خودشون رو صرف چال کردن نمیکنن سریع اومدن یه شرکتی ثبت کردن به اسم توکیو تسوشین گوکیو که دیدم مخففش که تی تی کی باشه قبلا ثبت شده بعد گفتن خب تی تی کی نمیذاریم همون توکیو تسوشین رو بذاریم آکیو موریتا گفتش نداداش من یه سفر رفتم آمریکا اینا اونجا نمیتونن یه همچین چیزی رو تلفظ کنن برامو خوب در نمیاد یعنی شما تصور کن شرکت هنوز شکل نگرفته اینا دارن فکر میکنن که یه اسمی بذاریم که اونور دنیا راحت بگن خب معلومه این شرکت به یه جایی میرسه واقعا این دوتا مهندس نخبه اومدن یه کلمه درست کردن به اسم سونی که توی انگلیسی و ژاپنی به یه شکل تلفظ میشه و خیال خودشون رو راحت کردن که فردا روزی ما رو به اسم شیامی به صد روش سامورایی تلفظ نمیکنن اون شرکت توکیو فلان که بهتون گفتم هفته می 1946 تاسیس شد پس میشه این تاریخ رو به عنوان تاریخ تاسیس سونی بدونیم ولی خب نمیدونیم یعنی خودشون هم همینو میگن یعنی الان تقریبا میشه گفت سونی 78 سالشه اما اینم باید بدونید که اسم سونی از سال 1957 روی این برند نشسته قطعا شنیدید یعنی که میگن مدیر پاناسونیک گفته بزرگترین انتقام ما از آمریکایی ها این نبود که میتونستیم با بمب بزنیمشون بزرگترین انتقام ما این بود که تلفن روی میز کاخ سفید هم پاناسونیک شد این تفکر از اواخر دهه 50 میلادی توی ژاپن جا افتاد ژاپنیا می دیدن که اقتصاد آمریکا بزرگتر از همه دنیاست و طبقه متوسطش هم بیشتر از همه خرج میکنه پس گفتن ما باید بازار هدفمون آمریکا باشه چون هر چیز جذابی بسازیم اونجا خوب میفروشه و چیزی که خوب بفروشه برای ما پول نقده پاناسونیک، تویوتا، کنه، نیکون، شارپ، از جمله شرکت های ژاپنی هستن که توی اون دوران روی فروششون توی کشورهای غربی و به ویژه آمریکا حساب ویژه باز کردن یه نکته ریز این وسط من بگم با این وضعیت قطع و شدن برق اولین قطعه کامپیوترتون که ممکن آسیب ببینه پاورشه ما به شما پیشنهاد میکنیم که اگه قصد تهیه پاور برای کامپیوتر خودتون رو دارید پاورهای گرین رو تهیه کنید که هم از استاندارد ایتی پلاس پشتیبانی کنند و هم فنهای واقعا کم صدایی دارن پاورهای گرین بیشتر از ده سال گارانتی دارند و همین کافیه که خیالتون رو از امروز و فردا و پس فردای کامپیوترتون راحت راحت بدونید سونی بین همه برندهای ژاپنی استثنایی تر از همه بود از همون اول میخواستن که جای خودشون رو تو دل آمریکاییا باز کنن و کلا تحت تاثیر آمریکا بودن مثلا اولین ضبط صوت ژاپنی رو سونی کاملا تحت تاثیر نمونه‌های آمریکایی ساخت و خب طبیعتا شکست خورد که البته خیلی هم براشون عجیب نبود چون اولین محصول مستقل سونی هم که یه مدل پلوپز بود در جا شکست خورده بود اما این شکست ها واسه نامیدی و بیخیال سونی نشد هر که دور ماند از روزگار اصل خیش باز جوید زندگی اصل خیش یا همچین چیزی حقیقت یادم نمیاد خلاصه بخوام بگم که یادتونه گفتم اوایل کارشون رادیو تعمیر میکردن سال 1955 سونی از اولین رادیو ترانزیستوری ژاپنی رونمایی کرد که واقعا ترکوند اما بیشتر از اون چی ترکوند اولین تلویزیون ترانزیستوری قابل حمل دنیا که سال 1960 توسط سونی معرفی شد و توی دور زمانی که شما برای اینکه تلویزیون ها رو توی خونت بذاری باید جرثقیل اجاره میکردی این تلویزیون جدید بیش از حد کوچولو و ترتمیز بود چیزی که سونی رو سونی کرد توانایی های خیره کننده این شرکت توی پیشرفت فناوری های صوتی و تصویری بود و طبیعتا وقتی بتونید محصولات تاریخی این برند رو ببینید که دنیا رو تک داده، می میتونید حس بزنید که یه محصول خیلی جذابم داشته باشم به اسم بله واکمن نسل اولی سال 1979 معرفی شد و توی دوران خودش یه ترندی رو شروع کرد که خیلی ها اون رو با ترند آیپاد مقایسه میکنن واکمنی که مدیرای سونی فکر میکردن چون فقط صدا رو پخش میکنه و نمیتونه صدا رو ضبط کنه قطعا شکست میخوره به حدی موفق شد که سونی تا سالها از این برند توی محصولاتش استفاده میکرد مدل‌های اولیه واکمن فقط نوار کاست میخورد ولی خب بعدها دی هم پلی میکرد بعدها به یه فیچر تبدیل شد و روی گوشی های سونی اریکسون قرار گرفت و حتی توی سری اکسپریا هم به شکل یک اپلیکیشن دیده شد اما دسترسی راحت به موسیقی تنها دستاورد سونی نبود. اونا میخواستن مردم به سینما هم دسترسی راحت تری داشته باشن. اون قدیما رو احتمالا شما یادتون نمیاد. ولی قدیمی ها میدونن که وقتی شما میخواستی یه فیلمی چیزی بگیری مثل الان نبود با گوشیت کارت راه بیفته باید یه نوار ویدیویی میداشی که با دوربینت روی اون ضبط کنی سونی و جی وی سی توی دهه هفتاد میلادی یه رقابت جالبی داشتن برای ترند کردن یه استاندارد ضبط ویدیو روی نوار که برای سونی اسمش مکس بود و برای فیلیپس اسمش VHS. خب طبیعتا همونطور که شما اسم VHS رو خیلی بیشتر از بتا مکس شنیدید من زیاد وارد جزئیات نمیشم ولی میتونید حدس بزنید که بتا مکس شکست خورد و مردم برای ضبط آنالوگ ویدیوها از VHS خیلی بیشتر استفاده میکردن تجربه تلخ VHS برای سونی درس بزرگی شد و در نتیجه سونی و فیلیپس سال 1979 از سیدی یا کامپکت دیسک رونمایی کردند که بعدها با دیویدی بروستر شد و بعد سالها هنوز هم یه فناوری رایج و محبوب او میشه گفت که سونی با این اختراع واقعا استفاده از محتوا رو وارد دوران جدیدی کرد سال 1994 یکی دیگه از تاریخی ترین محصولات سونی معرفی شد دستگاهی که تجربه بازی های ویدیوی رو وارد دوران جدیدی کرد و هنوز که هنوزه سونی داره ازش نون میخوره بله دارم درباره پلی استیشن صحبت میکنم که سال 1995 وارد اروپا و آمریکا شد و یک سال بعد بیشتر از 10 میلیون دستگاه ازش فروش رفته بود و تا آخر سال 1998 به آمار فروش 50 میلیون دستگاه رسید اگه این ویدیو رو تا اینجا دوست داشتید ممنون میشم که لایکش کنید و کانال زومیت رو هم سابسکرایب کنید بریم سراغ اصل قضیه خلاصه سونی سال 2000 از مدل کوچکتر و قویتر پلیسیشن به اسم PS1 رونمایی کرد که ترهایی خیلی خوشگلی داشت و منم خودم واقعا اولین کنسول بازی که تو زندگیم داشتم که برای خودم بود PS1 بود خیلی هم دوستش داشتم این سری بیشتر از 100 میلیون دستگاه فروختن که زمان خودش یه رکورد تاریخی بود تو همون سال 2000 سونی پلی استیشن 2 رو هم معرفی کرد که توی دوران ایکس باکس و گیم کیوب انگار یه نسل از اونها جلوتر بود با طراحی مدرن، بازی‌های بیشمار، پشتیبانی خیلی خوب و یه دستگاه خیلی جذاب پلی استیشن 2 با فروش بیشتر از 155 میلیون دستگاه به پرفروش‌ترین کنسول بازی تاریخ تبدیل شد و به نظر نمی‌رسه که هیچ کنسولی بتونه این رکورد رو حداقل به این زودیا بشکونه سونی سال 2006 پلی 3 رو معرفی کرد که به خاطر سختگیریش رو رعایت کپی رایت بازی ها شاید به اولین و تنها پلی تبدیل شد که توی رقابت با ایکس باکس های مایکروسافت حرف زیادی برای گفتن نداشت با این حال دو مدل جانبی اسلیم و سوپر اسلیم باز هم به پلی 3 کمک کرد که بیشتر از 80 میلیون دستگاه بفروشه بعد از هفت سالیه و به روزرسانی نسلی برای پلیستشن ها از راه رسید و PS4 با مدل های اسلیم و پرو بازی های انحصاری خیره کننده و رقبایی که چنگی به دل نمی زدن تونست بیشتر از 117 میلیون دستگاه بفروشه و به سومین کنسول پرفروش سونی تبدیل شد که بیشتر از 100 میلیون دستگاه فروخته جدیدترین نسل پلیستشن های سونی که PS5 باشه هم سال 2020 معرفی شده و تا الان که ما داریم ویدیو رو می بیشتر از 60 میلیون دستگاه ازش فروخته شده من یه درباره پی اس پی ها و نمیدونم پلی استیشن وی آر و این چیزا بهتون چیزی نمیگم چون خیلی درباره پلی سیشن صحبت کردیم اما اینو بدونید که برند پلی سیشن، پول ساز زیر مجموعه سونیه و همیشه درآمدها و سودهای خالص چند ده میلیارد دلاری برای سونی میاره و اصلا همینش هم هستش که وقتی اسم سونی میاد بیشتر مردم یاد پلیستشن میفتن دیگه بیشتر از این براتون پلیستشن نگم اگه دوست داشتید میتونید چنل زومجو رو سابسکرایب کنید و اونجا در مورد پلیستیشن کلی ویدیو جذاب ببینید میرسیم به یکی دیگه از فناوری هایی که نقش سونی توی پیشرفت اون واقعا پررنگ و به چشم میاد بله صحبت از دوربین های دیجیتالیه که سونی اولین بار سال 1988 معرفی کرد و بعدش 8 سال روی توسعه بهتر اونها کار کرد و سال 1996 از اولین مدل سری سایبر شات رو نمایی کرد. دو سال بعد سونی اولین دوربین دیجیتالش رو معرفی کرد که کار حافظه جانبی هم میخورد اما حضور خیلی پررنگ سونی توی بازار دوربین به سال 2008 میرسه سالی که از اولین دوربین های DSLR خودش رونمایی نمایی کرد و سال 2010 هم با یه سری دوربین های آلفا عملا یه استاندارد جدیدی رو توی عکاسی مطرح کرد دیگه براتون نیم که سونی دست بر آتش دوربین های فیلم هم داره و حرفه ای ترین دوربین های فیلم دنیا رو شما میتونی از سونی بخری که شاید دلیل خیلی منطقی براش داشته باشن سونی صاحب یکی از پنج استودیوی برتر هالیووده دارم درباره سونی پیکچرز صحبت میکنم که از اولش سونی پیکچرز نبود ما جرای شکل سونی پیکچرز اینه که تا سال 1989 ما یه استودیوی فیلمسازی تو آمریکا داشتیم که اسمش کلمبیا پیکچرز بود اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 که میشه از بهترین روزهای تاریخ سونی مدیر عامل اون دوران این شرکت که آقای نوری و اوگا بود میره یه جلسه با هیئت مدیره میذاره میگه آقا ما تو همه صنایع هستیم و خدا رو شکر الحمدلله خوبم داریم پول در میاریم چرا با این دوربینایی که داریم میسازیم یه چهار تا فیلم خودمون نسازیم شاید تونستیم باکس آفیس رو تکون بدیم در نتیجه 31 اکتبر 1989 سونی با تکمیل خرید بیشتر از 99 درصد سهام کلمبیا پیکچرز به مالک این برند تبدیل شد. سونی در حالی کلمبیا پیکچرز را خرید که شرکت کوکاکولا تقریبا دو برابر ارزش اسمی هر سهم سهام خودش رو به سونی فروخته بود و سونی برای تکمیل این خرید 4 میلیارد و 900 میلیون دلار هزینه کرد که بخش بزرگی از این عدد رو البته از بزرگترین بانک‌های ژاپن وام گرفته بود سونی پیکچرز یکی از موفقترین استودیوهای هالیوودیه که سهمش از فروش بلیت های سینمایی توی آمریکای شمالی تو سال 2023 حدود 12 درصد بوده این عدد واقعا عدد بزرگیه وقتی که بدونید سهم والت دیزنی با اون همه فیلم و انیمیشن و استودیو تقریبا 22 درصد واقعا بیشتر به چشم میاد سال 1996 سونی میتونست فقط با 25 میلیون دلار مالک همه شخصیت های اول قهرمانی دنیای مارول بشه اما وکیلا و مجرای وقت سونی به این نتیجه رسیدن که بجز شخصیت های دنیای مردن کبوتی یا همون اسپایدر ورس بقیه ای اول قهرمان های مارول اصلا ارزش این همه هزینه رو ندارن این فرصت تاریخی برای سونی از دست رفت و سالها بعد که دیزنی داشت با فیلم های مارول سینماتیک یونیفرس دلار روی دلار میزاش سونی تونست به توافقی با دیزنی برسه که شخصیت های اسپایدر رو به دنیای مارول بیاره و به همین دلیله که شما الان میتونید مثلا شخصیت های مثل مردان کبوتی رو توی فیلم هایی که آیرن من و سایر شخصیت مارول هستن ببینی سونی پیکچرز تو سالهای اخیر همکاری های خیلی گسترده با نتفلیکس و والت دیزنی و استودیوی برادران وانر داشته و هنوز هم یکی از بخش های پرسود و موفق سونی که توی سال 2022 بیشتر از 10 میلیارد دلار درآمد داشته سونی پیکچرز اما سونی با این همه عقبه و رشد و پیشرفت و ایده های باور شکست هم زیاد داشته. یکی از باور نکردنی ترین شکست های سونی توی بازار موبایل رقم خورد جایی که اگرچه سونی با همکاری اریکسون توی سال 2001 برند سونی اریکسون رو تأسیس کرد که با عرضه گوشی های خوشگل و متفاوت تونسته بود سهم خوبی از بازار داشته باشه اما در نهایت سونی خیلی تو بازار تلفن های هوشمند عاقبت به نشد ماجرای سونی اریکسون این بود که ما تا سال 2000 برندی تو بازار موبایل داشتیم به اسم اریکسون که از این گوشی های دکمه خیلی گنده و قول پیکر این گنده ها میزد و یکی از سه تولید کننده برتر بازار موبایل توی اون دوران بود یه اتفاقات خیلی غم برای تامین کننده های ایلیکسن. از جمله فیلیپس رخ داد و کار به جای رسید که هیئت مدیره این شرکت دور هم جمع میشن میگن آقا ما با این وضعیت بازار هیچ چیزی نمیتونیم بفروشیم یه کاریش بکنید همون موقع است که اسم سونی مطرح میشه دو تا شرکت میشینن با هم فکر میکنن فکراشون رو میریزن رو هم و خروجیش میشه شرکتی به اسم سونی اریکسن که هر کدومشون 50 درصد سهم اون شرکت رو در اختیار میگیرن برای بیشتر از 10 سال سونی اریکسون کلی گوشی خلاقانه داد تو بازار که یکی از یکی جذاب‌تر بودن از کا 750 تا W800 و از K800 تا ویواز K800 و 800 میگن اما ظهور یه محصول عجیب به اسم آیفون فقط نوکیا رو نترسونده بود سونی اریکسون هم داشت میدید که دیگه با وجود یه آیفون لمسی و خوشگل کسی گوشی های کلوف ملوفتشو نمیخره پس همین شد که با یه ریبرند اساسی از یه سری جدید رو نمایی کرد که اهل دلا خوب بیشنسنش اکسپریا اما اکسپریا خیلی با سونی اریکسن ادامه نداشت بعد از سری کوچولو های مثل اکسپریا x ایکس 8 و مینی و آرک داستان برند سونی اریکسن با همکاری آرک اس توی سپتامبر 2011 تموم شد سونی با پرداخت 1.5 میلیارد دلار سهم اریکسن رو خرید و سری اکسپریا رو با فرانچایز تلفن‌های هوشمند خودش تبدیل کرد سونی چندین سری از محصولات اکسپریا رو معرفی کرد اکسپریا پی یو سولا میرو تیپو نمیدونم ال تی اکس جی همه چی این گوشی ها توی جریان همکاری سونی و اریکسون ساخته میشدن و به همین دلیل همچنان شما لوگو سونی اریکسون رو پشتشون میدیدی اما از اکسپریا جی بود که سونی کاملا مستقل شد و تلاش کرد تا گوشی های جذاب تری بزنه و از رایانک مالشی رایانک و از رایانک مالشی اکسپریا تبلت اس هم رونمایی کرد اهل دلا خوب یادشونه که اکسپریا اس پی یکی از موفق ترین و دوست داشتنی ترین گوشی های سونی بود و سونی با سری زد که عملا پرچم دارانش بودند یه پکیج خاصی رو به عاشقای اندروید هدیه میداد سری اکسپریا زد با گوشی‌های مثل اکسپریا زد اولترا که واقعا قدر سینی بود و دوربینش فلاش نداشت زدوان زدوان اس که سونی تاکید ویژه روی زد دا بودنشون داشت و Z2 به خوبی نشون میداد که سونی ایده دقیقی برای توسعه پرچمداراش نداره و کاملا داره بر اساس آزمون و خطا پیش میره یکیشون صفحه نمایش خوبی نداشت یکی باتری خوبی نداشت اون یکی مشکلات سخت افزاری پیدا می‌کرد و خلاصه اینطور مشکلات باعث می‌شد که سونی نتونه یه پرچمدار در سطح و اندازه رقبای اصلی خودش مثل سامسونگ و اپل توی بازار داشته باشه اما سه ماه های اول 2015 بدترین خبر ممکن برای سونی رسید. بخش موبایل این شرکت عملا از جمع ده تولید کننده برتر بازار موبایل خارج شد و دیگه هیچ وقت هم نتونست برگرده. دلیلش هم مشخصه. اگه آیفون های اپل و گلکسی های سامسونگ قبر اکسپریا رو کنده بودن گوشی چینی میخ آخر رو به تابوت گوشی های سونی میزدن سونی سال 2017 فقط 13.5 میلیون گوشی فروخت و یک سال بعد فقط 6.5 میلیون اکسپریا به دست مردم رسونده بود شاید به همین دلیل بود که سونی سال 2019 سیاست خودش رو دو عرضه تلفن های هوشمند تغییر داد و حالا چند سالی هست که فقط چند مدل به بازار عرضه میکنه سری اکسپریا 10 که عملا میان رده های سونی هستن سری اکسپریا 5 که حکم پرچم دار های کامپکت سونی رو دارن و سری اکسپریا وان که هر سال لقب شماره یک پرچمدارهای سونی رو یدک میکشن تمرکز این سه مدل بیشتر از هر چیزی روی دوربینه و به همین دلیله که شاید حاشیه زیاد صفحه نمایششون رابط کاربری نچندان جذابشون و طراحی کلاسیکی که دارن به دل خیلی ها نشینه ما اخیرا اکسپریا وان مارک 6 رو توی زومیت بررسی کردیم که شما از این لینکی که من اینجا میذارم براتون میتونید بررسیش رو تماشا کنید و اگه اون ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید یه طورایی میشه گفت که سونی فقط داره موبایل معرفی میکنه که آقا نگن اکسپریا هم مثلا به زرنوشت HTC و LG دوچار شد گوشی های سونی تو خیلی از بازارها عرضه نمیشن و تو خیلی از بازارها هم حضور خیلی کمرنگی دارن به نظر میرسه که خود سونی هم خیلی علاقه به رقابتی کردن گوشیاش نداره و مثلا اکسپریا 10 مارک 6 که تازگیه برای رقابت با گلکسی 55 و, و پیکسل 8 ای معرفی شده حقیقتا رده قابل دفاعی نیست لپتاپ های سونی هم به همین سرنوشت دوچار شدن تقریبا کلا حضور سونی تو بازار کامپیوتر خیلی عجیب و غریب و نافرجام بود متاسفانه اینطوری بگم براتون که اواخر دهه 90 میلادی توی شرکت سونی که واکمن یه تورایی توی اون دوران طلایی آخرش بود کمتر کسی قبول میکرد که ممکنه یه روز دستگاه از راه برسن که کامپیوتر قول ابعاد توی اتاقشون رو به نازکی یک کتاب صد صفحه‌ای تبدیل کنن برای همین توی سونی هم همه فکر میکردن که ما نهایتا ما یه به بسازیم که تاکیدشون روی بهتر کردن تجربه صوت و تصویره برای همین سونی تو سال 1996 شرکتی تأسیس کرد به اسم وایو که اسمش در واقع حالت اختصاری ویدیو آدیو اینتلیجنت ارگنایزر بود وایو و اوایلش کامپیوترهای رومیزی طراحی و تولید کرد و توی این کارم خیلی موفق بود اما اما اینجا میخوام براتون یکی دیگه از شاید بزرگترین اشتباهات سونی رو بگم جایی که سال 2001 استیو جابز استیو جابز که عملا از عالم آدم اون موقع نامید شده بود روی یکی از سیستم های وایو یه مکینتاش میریزه و میبره پیش مدیرای سونی میگه ببینید ببینید چقدر قشنگه ما واقعا با هم کار نکنیم به خدا حیف ها ما ایرای سونی هم برمیگردم میگن آخه مک الان دنیای ویندوز پسر خوب این سیستم عامل چی داره که آخه ما بخوایم بریم سمتش و پیشنهاد استیو جابز رو بله رد میکنن تصور کنید اگر مکینتاش رو روی لپتاپای وایو داشتیم شاید هیچ وقت مک ایر و مک بوک پرو شکل نمی گرفتن اصلا مک هم اینقدر جالب نمیشد توی اولین دهه قرن 21 هم وایا موفق شد نوتبوک ها و لپتاپ های جالبی به بازار بده اما خب نزول وایا با بیشتر دیده شدن مکبوک ها و آیپد ها هم شروع شد و توی وضعیتی شبیه به بازار موبایل نداشتن خلاقیت داشت دست سونی رو از بازار لپتاپ ها هم کوتاه میکرد در نهایت تو سال 2014 سونی اعلام کرد که 95 درصد از سهام وایا رو برای تامین بودجه توسعه بخش تلفن‌های همراه که اونم خودش دو سال یه سرکید به هلدینگ شرکای های صنعتی ژاپن فروخته و وایو عملا دیگه به یه بلند کاملا مستقل تبدیل شد یه هیچ ارتباطی هم با سونی نداشت. وایو تو سالهای اخیر تلاش کرده تا طراحی لپتاپ‌های خودش رو به دوران سونی نزدیک نگه داره. اما خب بازارش روز به روز آب رفته و الان شما های وایو رو جز تو بازارهایی مثل آمریکا، چین، هند، ژاپن و تعدادی از کشورهای آسیایی و کشورهای آمریکای جنوبی جای دیگه ای پیدا نمیکنی اصلا همین شکست سونی تو بازار لپتاپ به خوبی نشون میده که شاید لپتاپ دیگه خیلی به درد ما نخوره و خرید یک کیس خوب احتمالا گزینه مناسب تری باشه ما بهتون پیشنهاد میکنیم که اگه میخواید یک کیس خوشگل و درجه یک داشته باشید کیس گریفین جیناین گری گرین رو حتما بررسی کنید این کیس خودش هفت فن داره و با فضای خیلی بزرگی که بهتون میده میتونید بزرگترین کولینگ ها و کارت گرافیک ها رو بدون هیچ دردسری روش نصب کنید خلاصه آخرین بازاری که سونی آهسته سو پیوسته از دست داد بازار تلویزیون ها بود کلا این سیاست که ما برای هر سری از محصولاتمون اسم جدا بذاریم چون سونی خیلی طرفدار داره و به همین دلیل زیر مجموعه تولید تلویزیون های سونی رو هم احتمالا بشناسید که با اسم براویا فعالیت میکنه براویا از سال 2005 داره برای سونی تلویزیون تولید میکنه اما با همون دلیل قدیمی بازاری که زمانی سومین تولید کننده بزرگش بود رو به سامسونگ و الژی واگذار کرد و الان تی سی ال و حتی هایسنس فروش بیشتری از تلویزیون های براویا دارن سونی الان که اوایل شهریور 1403 ما داریم این ویدیو رو میگیریم 143 ومین برند ارزشمند دنیاست و بیشتر از 99 میلیارد و 310 میلیون دلار میارزه با وجود همه شکست ها از اکسپریا تا وایو و از براویا تا واکمن سونی امروز 10 برابر بیشتر از 10 سال پیش خودش ارزش داره سونی حالا بزرگترین سهم رو از بازار کنسول های بازی داره و به لطف موفقیت استودیوی سینماییش فروش بیشمار سنسور های دوربین و حضور پررنگ توی صنعت موسیقی و سرگرمی آره شاید سونی دیگه اون برند دوست داشتنی قدیم نباشه که همیشه و همه جا دیده میشد اما هنوز داره با قدرت ادامه میده و این دقیقا همون مزیت و دستاوردیه که نوکیا، HTC، LG بلکبری و حتی موتورولا نتونستن به داشتنش افتخار کنن مرسی که این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید توی این ویدیو سعی کردم هر چیزی که درباره تاریخچه سونه نیازداری رو بهتون بگم اگه نکته جا مونده شما توی کامنت ها برامون بنویسید و بگید واقعا بگید که دوست دارید تو ادامه مسیر تاریخچه قولهای فناوری ا سراغ کدوم برند بریم هر جمعه شب توی تک جاینتس میبینمتون و یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و چنل زومیت رو سابسکرایب کنید مراقب خودتون باشید و خداحافظ